در جریان دور جدید سرکوب زنان برای تحمیل حجاب اجباری علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، ماموران سرکوبگر انتظامی از اونا خواستار انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادیشون شدن. جزئیات این اخاذی ها از زنان چه هست و علت اینکه خامنه ای اینقدر روی زنان ایرانی وحشت داره چیست؟ همراه میشیم با مهندس ربکا ملیحی. خانم ملیحی، به شما سلام و خوش آمد میگم، ممنون که همراه ما هستین. منم از همینجا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز برنامه خوبتون و تلویزیون ایران آزادی، و میخواستم از این فرصت استفاده کنم و یک درود ویژه و دست مریضات بفرستم برای تمام کانونهای شورشی در سراسر ایران. دست مریضات بهشون بگم، در خدمتتون هستم. بله، با تشکر. خانم علیه، جزئیات اخاذی از زنان توسط ماموران سرکوبگر رژیم برای تحمیل حجاب اجباری چی هست و بیشتر از شما بشنویم؟ ببینید، این رژیم از آغاز روی کار اومدن خودش از 45 سال گذشته همواره از تمام توان خودش استفاده کرده و یکی از اهداف اصلی اون تو خونه نشوندن و سرکوب زنان ایرانی بوده و به این ترتیب قصد داشته که زنان ایرانی رو به عنوان بخش عظیمی از جامعه از حضورشون در جامعه جلوگیری بکنه و اونها رو در واقع از دور خارج بکنه و این چیز جدیدی نیستش. اما طرح جدیدی از سرکوب رو ما جدیداً شاهدش بودیم، مثلا از 25 فروردین که این طرح جدید آخوند ساخته طرح نور رو اگر اشتباه نکنم راه انداختن و نیروهای سرکوبگر خودشون رو به بهانه آخوند ساخته حجاب و عفاف و مبارزه با فساد در واقع به خیابونهای سراسر ایران ریختن، در واقع این شیوه جدیدی از سرکوب بوده که از خودشون بروز دادن. و توی این شیوه جدید و اخیر ما شاهد این هستیم که اینها بجز سرکوب و ترسوندن و ایجاد رعب و وحشت و حضور نیروهای سرکوبگرشون در کف خیابونهای جامعه ایران، اینا رو آوردن به یک شیوه جدید، به یک شیوه در واقع بجز جریمه نقدی و بجز خوابوندن ماشین و جریمه کردن بانوان از این طریق، اینا در واقع رو آوردن به سرکیسه کردن مردم و راهزنی بانوان با عنوان و با بهانه حجاب و مبارزه بابت حجابی. در واقع مثلا نیروهای سرکوبگر، نیروهای انتظامی موقع دستگیری خانم ها از اونها تقاضای پول نقد کردن، مبالغ 10 میلیون تومان، 12 میلیون تومان و حتی کارت بانکی به اونها ارائه کردن برای انتقال پول نقد و در ازای آزادی، و یا حتی موقع تعهد گرفتن و موقع بازداشت کردن از اونها اموال ارزشمند اونها رو ضبط کردن، مثل ساعت، جواهرات، پول نقد، گوشی تلفن همراه، و موقع آزاد کردنشون در واقع از بازگردوندن این اموال خانم ها خودداری کردن و اونها رو در واقع ضبط کردن. و این یک شیوه جدیدی هستش در واقع که علاوه بر اون سرکوب و رعب و وحشت در بین جامعه اینا تحمیل کردن و اون هم توی این شرایط بد اقتصادی در واقع یک فشار، اعمال فشار مضاعف و دو چندان هستش بر جامعه ایران و به ویژه به بانوان ایرانی، که این شیوه خیلی جدیدی هستش در واقع با شروع این طرح نور که از 25 فروردین و دقیقا بعد از در واقع در همون زمانی که رژیم آخوندی اون حمله مفتزهانه نسبت به اسرائیل رو انجام داد، حمله پهپادی و موشکی خودش رو، این شیوه رو شروع کردن و در واقع شیوه تلکه کردن و سرکیسه کردن مردم رو به سرکوب و رعب و وحشت خودشون اضافه کردن. بله خانم علیه، شما صحبتاتون اشاره کردین که این طرح موسوم به نور برای این بوده که خلاصه مانع از حضور زنان در جامعه بشن. من می‌خواستم موافق باشین نظر یک کارشناس حکومتی رو هم در مورد همین طرح حجاب اجباری بشنویم و بعد من سوال بعدیم رو بپرسم. طرح جدید چی بود؟ اسمش چی بود؟ طرح نور؟ چون چیزی؟ بله. خب این اگه طرح اعلام جنگ به جامعه نیست پس چیست؟
اونایی که امپریالیزم میکنن یا قدرت ها اسرائیل آمریکا فلان اینها در واقع یه بازی دارن راه میندازن و یه بازی زبانی دارن راه میندازن که در سایه گنده کردن اون خطره، اون خطر ملموس تره و واقعی تره و روزمره تره رو و تجربی تره رو و بیواسطه تره رو پنهان میکنن یا بکنش زیر فرش. میگه ما خطر اصلی همین دولتی که بالا سر ماست. بله خانم علی، این اقدامات خامنه ای علیه زنان به خوبی به همه دنیا داره نشون میده که رژیم زن ایرانی رو برای حاکمیت خودش خطرناک تشخیص داده. اما سوالم از شما اینه که علت این وحشت رو چطور میبینید و چه هست؟ ببینید، خب طبیعیه، به خاطر اینکه این رژیم یک حکومت مردمی و دموکرات نیستش و در بین آحاد مردم حتی از همون ابتدای روی کار اومدنش پایگاه اجتماعی بزرگی نداشته و بنابراین سعیش بر این بوده که اقشار جامعه رو به گروه های کوچکتری تقسیم کنه و از این طریق امکان سرکوب برای گروه های کوچکتر رو به نوبت داشته باشه و سرکوب و فشاری هم که نسبت بانوان انجام میده از همین دست هست. در واقع رژیم آخوندی قصد داره که با سرکوب و خونه نشوندن زنان ایرانی این قشر از جامعه رو از حضور در اجتماع و پتانسیل مقاومت و مبارزه خارج بکنه. ولی ما میبینیم که به طور عینی در طول این 45 سال زنان همواره جلودار و پیشتاز بودن در این زمینه، چه از آغاز انقلاب چه همین الان. ما میبینیم که اصلی ترین نیروی مقاومت و مبارزه علیه این رژیم آخوندی که مجاهدین هستن در واقع تحت عنوان رهبری زنان و شورای رهبری و 1000 زن مجاهد عضو شورای رهبری در واقع اداره میشن و زنان حضور بسیار پررنگ و فعال به خصوص در زمینه رهبری دارن و ما میبینیم که بنابراین در طول این 45 سال این سرکوب و فشار و در واقع سعی بر از رده خارج کردن بانوان از صحنه مبارزه عملا شکست خورده و حتی در قیام‌های اخیر ما داریم میبینیم که حضور زنان و دختران ایرانی حضور پررنگی هستش، غیر قابل انکار هستش و میزان شهدا و میزان صدمه دیدگان و میزان بازداشتی ها با مردان هیچ تفاوت خاصی نداره و در واقع رژیم عملا نتونسته که موفق بشه در این زمینه. و بله درسته، احساس خطر میکنه و احساس خطر کردنش هم بسیار بجا و درست و واقعی هستش، همونطور که گفتم به دلیل اینکه بزرگتر این نیروی مقاومت علیه این رژیم توسط زنان رهبری میشه و حضور زنان درش بسیار پررنگه و بنابراین ترس این رژیم از زنان و ترسش از این که توسط زنان فرو ریخته میشه بسیار درست و به جا هستش. بله بسیار سپاسگزارم از شما خانم ربکا ملیحی، مهندس ربکا ملیحی، که وقتتون رو به ما دادین و توی این گفتگو همراه ما بودین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. ممنونم.